من آرش علایی هستم از برنامه 2.0. موضوع گزارش امروز ربات هاست، از اندام مصنوعی رباتی گرفته تا ربات های انسان نما. دنیای ربات ها در سالهای گذشته پیشرفت زیادی داشته و به نظر میرسه این دستگاه های هوشمند به زودی به بخشی عادی از زندگی ما تبدیل خواهند شد. از ربات هایی که برای ما جارو میکشند تا ربات هایی که روی کره مریخ کاوش میکنند، یا ربات هایی که میتونن جای اندام طبیعی ما رو تا حدی بگیرن. لزلی باو دو دست خودش رو در یک سانحه از دست داده، ولی حالا میتونه فقط با فکر کردن دو دست مصنوعی رباتی رو کنترل کنه. هوش مصنوعی ربات ها رو وارد عرصه جدیدی کرده. مثلا این ربات های شبگرد به محافظت از دفتر مرکزی مایکروسافت مشغولن. ربات هایی که خطر رو درک می کنن و می تونن موارد مشکوک رو اطلاع بدن. ربات ها می تونن به انسان کمک بکنن. مثلا دکتر دیوید صمدی از ربات داوینچی برای جراحی غده پروستات استفاده می کنه. رباتی که لرزش دست رو می گیره و قابلیت های تصویری داره که در جراحی عادی وجود نداره. ولی ربات ها فقط روی زمین به درد نمی خورن. ربات کاوشگر کنجکاوی ساخته شده توسط مرکز پیشرانی جت در حال حاضر در مریخ مشغول به کاره. رباتی که یک آزمایشگاه سیاره. در کل ربات ها وارد عرصه های زندگی مار شدن و شاید هم ما باید به حضور اونها عادت کنیم.